مقامات دولت ترکیه اعلام کردند که مهاجمان سه‌شنبه شب در فرودگاه بین المللی آتاتورک اتباع روسیه، ازبکستان و قرقیزستان بودند. نام این سه تن اعلام نشده. با این حال تحقیقات حاکی است که آنان یک ماه پیش از این رقه را ترک کرده و جلیقه انفجاری استفاده شده در این حمله را نیز با خود از سوریه آورده بودند. اگرچه گروه دولت اسلامی مشهور به داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته، با این حال مقامات ترکیه میگویند شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهد مهاجمان عوامل داعش بودند. پلیس ترکیه پس از بمبگذاری‌های انتحاری در فرودگاه آتاتورک حدود 13 مظنون را در یورش به 16 محل در استانبول بازداشت کرد. سه تن از بازداشت شدگان اتباع خارجی هستند. همچنین پلیس در اقدامی مشابه در 4 منطقه شهر ساحلی ازمیر 9 مظنون به ارتباط با گروه دولت اسلامی را بازداشت کرد. عملیات انتحاری در فرودگاه بین المللی آتاتورک که سومین فرودگاه پرتردد اروپا محسوب می شود 44 کشته و 239 مجروح بر جا گذاشت. 19 تن از جانباختگان انفجارهای انتحاری اتباع خارجی یا دارای تابعیت دوگانه بودند. در میان آنان یک ایرانی نیز شناسایی شده است. پس لرزه‌های همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هر روز بود غیرمنتظره و جدیدی می‌آفریند. آخرین آنها اعلام آمادگی مایکل گوو وزیر دادگستری برای تصاحب کرسی رهبری حزب محافظه‌کار است که در اختیار دیوید کامرون نخست وزیر فعلی بریتانیا است. از جو برادر بوریس جانسون شهردار سابق لندن پرسیده شد یا مایکل گوو به برادر او خیانت کرده است. جو در جواب گفت از خود مایکل بپرسید. مایکل گوو: بوریس فردی شگفت‌انگیز، تحسین برانگیز و گیراست، اما در چند روز گذشته به این نتیجه رسیدم که بوریس فاقد توانایی لازم برای تشکیلات حزبی و ایجاد همبستگی است. از همین رو مردد اما مطمئن، به عنوان کسی که از همان ابتدا خواهان خروج از اتحادیه اروپا بود، به این نتیجه رسیدم که باید برای رهبری حزب محافظه‌کار نامزد شوم. گمان همگان بر این بود که مایکل گوو برای رهبری محافظه‌کاران از نامزدی همحزبی خود بوریس جانسون شهردار سابق لندن حمایت خواهد کرد. شهردار جانسون: نقش من حمایت بیدریغ از دولت محافظه‌کار بعدی خواهد بود تا خواست مردم که در همه پرسی تجلی یافت به طور کامل و درست عملی شود و پشتیبانی و حمایت از برنامه‌هایی است که من بدانها باور دارم. رأی بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه نه تنها در حزب محافظه‌کار بلکه در حزب کارگر بریتانیا نیز باعث شکاف بین چهره های مطرح و همحزبی های ارشد شده است. ریاست دوره ی شورای اتحادیه اروپا از امروز جمعه اول ژوئیه 11 تیر ماه از هلند به اسلوواکی واگذار می شود. به همین مناسبت ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه به همراه فدریکا موگرینی در براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی حاضر شد و با مقامات این کشور دیدار کرد. اما رئیس جمهوری اسلوواکی گفت تنها چند ساعت به ریاست اسلوواکی بر شورای اتحادیه اروپا باقی است. برای اسلوواکی این لحظه ای تاریخی است. آندرای کیسکا رئیس جمهوری اسلوواکی در بخش دیگری از سخنانش افزود: شخصا به خاطر نتیجه همه پرسی در بریتانیا غمگینم، اما این پایان تاریخ نیست. همگرایی ما شکست نخورده است اما به یقین لطمه دیده است. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ژان کلود یونکر نیز گفت: متقاعد هستم ریاست شما بر شورای اتحادیه به عنوان یکی از ناظران اصلی در اروپا موفقیت آمیز خواهد بود. بیایید با هم و برای اسلوواکی و اروپا در کنار هم کار کنیم. ریاست دوره شورای اتحادیه اروپا هر 6 ماه به یکی از اعضای اتحادیه واگذار می شود. این اولین باری است که اسلوواکی ریاست شورای اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد. به دنبال آسیب دیدگی قایق پناهجویان در دریای مدیترانه 10 پناهجو جان باخته و 107 پناهجوی دیگر توسط گارد ساحلی ایتالیا نجات یافتند. همه پناهجویان جان باخته زن بودند و علت مرگ آنها خفگی بر اثر ازدحام در قایق و یا غرق شدن در دریا اعلام شده است. گارد ساحلی ایتالیا علاوه بر 107 پناهجوی حاضر در این قایق، موفق به نجات جان 116 پناهجوی حاضر در قایقی دیگر در همین منطقه نیز شده است.
بنا به آمار سازمان بین المللی مهاجرت، شمار پناهجویانی که از ابتدای سال جاری میلادی از راه زمین و دریا راهی اروپا شدند 233,337 نفر بوده است که از این تعداد 2,899 نفر در این راه جان باخته و یا مفقود شدند. مقامات ایتالیا همچنین روز پنجشنبه تخمین خود از شمار جان باختگان حادثه غرق شدن قایق بزرگی در 30 فروردین سال گذشته را از 800 نفر به 500 نفر کاهش دادند. نجات یافتگان از این حادثه تعداد سرنشینان را بین 700 تا 800 نفر اعلام کرده بودند. اکنون اما با خارج شدن بدنه این قایق از کف دریا و اندازه‌گیری آن، تخمین زده می شود که شمار سرنشینان کمتر از تخمین اولیه بوده است. گردشگران از این پس در سواحل فرانسه شاهد گشتنی ماموران مسلح خواهند بود. افزایش تدابیر امنیتی و تسلیح و تجهیز ماموران پلیسی که پیشتر تنها باتون و دستبند به همراه داشتند، پس از حملات مرگبار نوامبر و قتل یک فرمانده پلیس و شریک زندگی وی صورت می‌گیرد که حدود دو هفته پیش در نزدیکی پاریس روی داد. کمتر از یک ماه پس از ماموران مالیات فرانسوی، ماموران اسپانیایی نیز در مادرید با هدف انجام تفحص و تحقیق پیرامون اتهام فرار مالیاتی به گوگل به دفاتر این شرکت یورش بردند. گوگل میگوید فعالیت‌های مالیش مغایر با قوانین مالی کشورهایی که در آنها فعالیت می‌کند نیست. ویسنت دل بوسکه سرمربی تیم ملی اسپانیا با دنیای فوتبال و مربیگری خداحافظی می‌کند. اسپانیا با شکست در مقابل ایتالیا از گردونه مسابقات یورو 2016 حذف شد. شاگردان دل بوسکه با او جام جهانی 2010 و دو سال پس از آن جام یورو 2012 را به خانه بردند. پرتغالی ها در لیسبون پایتخت و شهرهای دیگر به دنبال پیروزی تیم ملی فوتبالشان بر تیم لهستان در ضربات پنالتی در بازی های یورو 2016 به جشن و پای کوبی پرداختند. پرتغال در حالی راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جام ملت های اروپا می شود که نتوانسته است در وقت عادی این مسابقات حتی یک بازی را ببرد. پرتغال همیشه باید بسوزد و بسازد تا بازی را ببرد. می دانیم که کار ما همیشه دشوار است، اما قدم به قدم پیش می رویم تا پیروز شویم. همین و بس و این استراتژی ماست. بازی خوبی بود. پرتغال عالی بازی کرد. لهستان هم همچنین برای هواداران لهستانی متاسفم. لهستان عالی ظاهر شد. تیم لهستان که با گل اول و بسیار زود هنگام روبرت لووندوفسکی در دقیقه دو بازی از رقیبش جلو بود در ضربات پنالتی شانس نیاورد. از نظر من لهستان مستحق پیروزی بود، اما پرتغال شانس داشت. در بازی فوتبال شانس و دل مهم است. پیش از شروع این بازی پلیس فرانسه در بیرون استادیوم شهر مارسی برای پراکندن گروهی از هواداران ناآرام تیم لهستان که نزاع می‌کردند مجبور به استفاده از اسپری فلفل شد. این کشمکش و نزاع حادثه خاصی را به دنبال نداشت.